اجازه بدید یک نقل قولی اخیراً فرای پهلوی ملکه سابق ایران کردند و ایشون گفتن که آیت الله شریعت مداری در یک مقطعی اسامی عده‌ای رو از روحانیون سیاسی و مخالف شاه را داده بود که بهتر اینها را تبعید بکنند. یعنی در واقع مخالفت بعد از انقلاب پدر شما اگر این درست باشه خیلی طبیعی به نظر میاد. نه خیر، ایشون در این نقل قول البته ناقص نقل کردن. در آستانه حکومت نظامی خبرهای زیادی می آمد که سرلشکر بدرعی و عده‌ای در صدد کودتای نظامی هستند و می خواهند قتل عام کنند. در چنین حالتی پدر من گفت که خب اگر هم می خواهید کاری بکنید، پیغام داد که بیایید ماها رو بگیرید، حتی خود من رو بگیرید و به جای اینکه مردم رو دم گلوله بگذارید، ما رو از کار سیاسی در حقیقت عزل بکنید مدتی. ملک فرح پهلوی مقداری از اون رو نقل کردند و شاید دقیق ایشون در جریانات سیاسی اون روز نبودند. پدر شما آیت الله شریعت مداری رو متهم کردند در مقطعی که در کودتایی که قرار بود به زعم رهبران اون وقت جمهوری اسلامی رو توسط آقای قدزاده صورت بگیره و ایشون هم حمایت کرده بودند. آیا واقعا نقش آقای شریعت مداری در به غیر از مخالفتش با بعضی از اصول قانون اساسی و ولایت فقیه، نقش عملیشون چی بود؟ چی کار کرده بودن؟ بله، به اختصار میتونم توضیح بدم که همونطور که آیت الله منتظری هم نوشتن، آقای خمینی میخواست آیت الله شریعت مداری رو از بین ببره. در دستگاه آقای خمینی هم عده‌ای مانند احمد خمینی و آقای رفسنجانی و شاید آقای خامنه‌ای، یقین ندارم ولی اون دو نفر رو یقین دارم، که از ترس اینکه مبادا بعد از آقای خمینی اینها در سلسله مراتب روحانیتون جایی نداشتند، افرادی مثل آیت الله شریعت مداری تحریک برای رهبری بشن، میخواستن ایشون و سپس معلوم شد که آقای منتظری رو هم از سر راه بردارن. امروز علاوه بر اون معلوم شده که روس ها هم تمایل مشترکی داشتن. شما اگر کتاب میتروخین آرشیو، که کتابی است که میتروخین آرشیویست KGB چاپ کرده و در آمازون میتوانند پیدا کنند و بخرند، شنوندگان بخوانند، در بخش ایرانش میبینید که روس ها میخواستن عناصر لیبرال و اسم بردند آیت الله شریعت مداری و مهندس بازرگان را بزنند و از صحنه سیاسی ایران حذف کنند و بنابراین میتروخین نوشته است که ما به جاسوس خودمون یاسر عرفات دستور دادیم که تلگرافی رو که جعل کرده بودیم از ستاد CIA قاهره به CIA به سفارت تهران، این رو بفرسته به دفتر آقای خمینی و بگه که قطبزاده میخواهد کودتا بکنه به کمک آمریکایی‌ها. بعد آقای کیانوری در نامه‌ای مینویسد که من که این خدمت رو کردم، چرا منو به این روز انداختید؟ من سرهنگ کبیری و سرهنگ عطاردیان را نشوندم بغل دست قطبزاده و او رو تحریک کردم به این که کودتا بکنه و در نتیجه به شما هم اطلاع دادیم. بله، عرض کنم که آقای شریعت مداری، بله، صحبت های آقای منتظری البته در خاطراتشون هم خودشون هم میگن که به هر حال شنیده اینها رو و اسناد خیلی مشخص چیزی در این باره به این اتهاماتی که زده شده به افراد مختلف شما اسم بردید و آقای متروخین گفتند، همه اینا خیلی به هر حال صحبت هایی که شده قبول دارم ولی هیچ جا ثابت نشده. ولی به هر حال سوال من این بود که نقش آقای شریعت مداری به غیر الان نظر میکنم چی بود؟ الان به اونجا میرسیم. اولا اثبات اینها مثل تقاضای اثبات این تجاوزها در زندان از کسانی است که هیچ دسترسی به اسناد ندارن. معلومه که گفتهای ما بر اساس اسنادی است که تاکنون منتشر شده. ما نه دادگاه داریم و نه دستگاه کشف جرم داریم که اینا رو بتونیم پیدا کنیم. همه چیز در دست رقیب است و انشالله تاریخ نویسا به اون میرسند و معلوم میشه. اینها چیزهاییست که تا کنون به دست آمده. آقای سرهنگ کبیری و عطاردیان آقای قطب‌زاده رو تشویق میکنند که یک سیدی به اسم مهدوی که پیش نماز بوده و پدر من به جرم فساد اخلاق ایشون رو از مسجدی
بیرون کرده بود و ایشون اون موقع بعد از چندین سال صاحب مسجد دیگری بود، به وسیله دوست پدرم آیت الله مناقبی به قم بفرستند و به این عنوان که از ایشون پدر من دلجویی کنه و چون خونه ای میخواسته بخره بهش وام بده. ایشون میاد قم و بعد از این که وامی برای خونش میگیره که اینا حتما همه نقشه بوده، بعد میگوید که آقای قطب‌زاده میخواد یک چنین کاری بکنه. البته آقای قطب‌زاده هم کاری نکرده بوده جز چیزی که خود این نظام هم گفت که یک شبه کودتای مسخره، این تعبیر خود این نظام بود. پدر من گفته بود که به ایشون بگید که این کارها رو نکنه، این کار در زمینه فعلی امکان پذیر نیست و خونریزی میشه و من حاضر نیستم خون از دماغ کسی بیاد. ولی همین اندازه کافی بود که آقای احمد خمینی اون رو به عنوان یک ودیعه آسمانی بپذیرد و بده دست آقای ری شهری پرونده رو و بگه که بیایید و بگویید که چرا آقای مهدوی از شما وام برای خونه گرفته و چرا شما این کودتا رو که اطلاع داشتید اطلاع ندادید. این کل جریان اطلاع پدر من از این قضیه بود و آقای ری شهری با وجود اینکه سعی کرده در چند کتاب اون رو مدلل کنه، چیز بیشتری از این رو نتونسته ذکر. شما آقای شریعت‌مداری مدعی هستید که پدر شما رو در زندان یا در خانه خودشون که محبوس بودن شکنجه کردن و وادار به اعتراف کردن. دقیقاً چه کارش کرده بودن؟ اون چی که ما میدانیم بعد از 12 ساعت بازجویی قطع ارتباط با بیرون، اولا اینجا باید متاسفانه بگم که آقای ری شهری که یک طلبه‌ای بود که هنوز هیچ جایی در حوزه علمیه نداشت، با کمال جسارت و با حمایت احمد خمینی به پدر من سیلی زده بود، او را تهدید کرده بود که خانوادهش در خطر است و اونها رو از لحاظ اخلاقی هم ممکن است که به وضع بدی بکشونن، و بعد نامه ای را گذاشته بود بعد از 6 ساعت که با نوار اون موجوده و خوشبختانه بیرون داده شده و پدر من گفته بود که من هیچ اطلاعی نداشتم، متنی را نوشته بود، دیکته کرده بود و متنی را هم که نوشته بود چنان که پدر من در وصیت‌نامه خودشون نوشتن حتی اون متن رو سانسور کردند و فقط از 6 صفحه‌ای که به اجبار نوشته بودند 6 دقیقه اون رو مونتاژ کردند و نشون دادند و آقای ری شهری هم 1 ساعت قبل از اون سخنرانی کرد و نتیجهش این نوار شد که شما میبینید.